অত অহাগ به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم خب شاگردای عزیز و نازنین قبل از اینکه وارد درس امروز شویم باز هم شماره واتساب خود را به شما اعلام میکنیم که اگر سوالی دارید از این طریق با ما در ارتباط باشید شماره را یادداشت کنید شماره ما هست در دو صفر نهصد و, و هفتصد هشتاد و پینجا و پنج، چیل، سزده. شما میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشید <applause> خب شاید عزیز و نازنین در جلسه هفتم قرار داریم قصد داریم که موضوع توان با همدیگه بررسی کنیم اما قبل از اینکه وارد درس امروز شویم یک مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در جلسه قبل ما درباره انرژی صحبت کردیم تعریف انرژی چی بود شاگردای عزیز آفرین بر شما به توانایی انجام کار انرژی گفته میشه در واقع اگر جسم انرژی داشته باشه میتونه کار انجام بده واحد انرژی چی بود؟ واحد انرژی ژول بود دیگه سهیسته؟ خب در ادامه در رابطه با شکل‌های مختلف انرژی صحبت کردیم گفتیم که انرژی مکانیکی داریم انرژی حرکی، پتانسیل، هسته‌ای، انرژی کیمیاوی و انرژی های دیگه که در رابطه با هر کدام صحبت کردیم و مثال هم زدیم اما گفتیم اگر زمانی که کار انجام میشه شاگرد عزیز انرژی از یک شکل به شکل دیگر تبدیل میشه دیگه مثلا وقتی که شما با سیکل رانی میرین انرژی کیمیاوی که در بدن شما از طریق غذا خوردن ذخیره شده به انرژی حرکی تبدیل میشه دیگه یعنی از یک شکل به شکل دیگر تبدیل میشه اما امروز قصد داریم در رابطه با یک موضوع صحبت کنیم به نام توان خب شاید عزیز و نازنین یک مثال بزنیم قبل از اینکه توان فرمول محاسبش برای شما بگیم فرض کنید که یک مسابقه طراحی شده و ده نفر شرکت کننده داره از هر نفر خواسته باشه که یک جسمی یک وزنه ای که مثلا کتلشی 50 کیلوگرم هست سر از زینا بالا ببره خب هر ده نفر وقتی که این وزنه را از زینه ها بالا میبره کار یکسانی انجام میده دیگه طبق تعریف کار چون مقدار جا یکیه و قوه هم که وارد میشه یکسانه سهیسته؟ اما کی برنده میشه در این مسابقه؟ کسی که زودتر از همه ای وزنه را در زمان کمتری از اینها بالا ببره پس اینجا یک کمیت دیگری میخوایم تعریف کنیم به نام توان توان چی میشه؟ اگر شما کاری که انجام شده را و زمان انجام کار تقسیم کنید یک کمیت جدید در فیزیک داریم به نام توان خب به تخته سیان نگاه کنید تا فرمول بیشتر با هم نگه تشریح کنیم خب شاید عزیز توان فرمولش به این صورت میشه میگیم که کار انجام شده تقسیم بر زمان انجام کار زمان انجام کار این فرمول است حالا این اگر بخوایم به صورت نمادی نمایش بدیم به چه صورته میگیم که ما توان با پی نمایش میدیم پی مساوی میشه با کار انجام شده را شما در جلسات قبل یاد گرفتید با دابلیو نمایش میدیم این دابلیو زمان هم که شما میدانید با تی نمایش میدیم پس یک فرمول ما اینجا ایجاد کردیم پی مساوی با دابلیو بر تی میشه فرمول محاسبه توان خب چه نکاتی فرمول ما داره شما میدانید که در یک کسر هر چی مخرج بزرگتر شوه کسر ما کوچکتر میشه و هر چی مخرج ما کوچکتر شوه کسر ما بزرگتر میشه دیگه خب هر چی زمان انجام کار کمتر باشه شاگرد عزیز چه اتفاق میفته توان ما بیشتره و هرچه زمان انجام کار ما بیشتر باشد چه اتفاق میوفته؟ با یک رنگ دیگه بنویسیم. هرچه زمان انجام کار بیشتر باشد توان ما کمتر است دیگه سعی است؟ یک نکته یک نکته دیگه در رابطه با واحد از کمیت چون در فیزیک ما باید برای هر کمیت واحدش هم تعریف کنیم دیگه خب واحدش از روی فارمونش استخراج میکنیم می‌گیم که واحد کار چی بود؟ شما یاد گرفتید در جلسه قبل. آفرین بر شما. واحد کار ژول بود دیگه. واحد زمانم که ثانیه. پس ژول بر ثانیه یا ژول فی ثانیه میشه واحد توان که ایرا با وات نمایش میدیم. پس از این به بعد شما یاد گرفتید که واحد توان چی هست؟ وات. در خیلی از جاها از کیلووات هم استفاده میکنن. که در واقع هر کیلووات برابر با هزار وات هست یک جای اگر لازم شد در مسئله به شما دادن بدانین که هر کیلووات برابر با یک هزار وات هست خب این فارمول محاسبه ما اما چند تا مثال با هم دیگه در این زمینه حل کنیم تا بیشتر با این فرمول آشنا بشیم مثال اول با هم بخوانیم ماشینی کاری را برابر با 48 جول در مدت دوازده ثانیه انجام میده توان این ماشین را دریافت کنید خب بریم پای تخت سیاه سوال با همدیگه حل کنیم اولین کاری که در حل مسائل همیشه انجام بدید اطلاعات مسئله را پیاده کنید خب ماشین کاری را برابر با 48 ژول یعنی کار به ما داده W مساوی با 48 ژول. در مدت 12 ثانیه یعنی تیرم به ما داده 12 ثانیه توان از ما خواسته خب P برای ما مجهول است فارمول می نویسیم فارمول به صورت P مساوی با W بر T P مشهوله. مساوی میشه W 48 واحدش هم که درسته 48 جول تقسیم بر زمان هم 12 ثانیه قرار میدیم تقسیم انجام میدیم 48 تقسیم بر 12 که برابر با 4 چی میشه؟ وات آفرین بر شما واحدش هم همیشه بنویسید یادتان نره چون عدد تنها در فیزیک معنا نداره حتما باید واحدش بنویسیم پس شد از حل این سوال سوال بعدی رو با هم بخوانیم ماشینی کاری را برابر با 60 جول در مدت 15 ثانیه انجام میده و یک ماشین دیگه عین کار در مدت 20 ثانیه انجام میده توان کدام یک از ماشین ها بیشتر است خب این سوال هم با هم حل کنیم گام اول اطلاعات مسئله رو می نویسیم ماشین کاری را برابر با 60 جول انجام میده خب این ماشین اول مایه W1 یک. یکی که قرار میدیم یعنی ماشین اول کاری که انجام داده 60 جوله در مدت 15 ثانیه پس T1 مساوی با 15 ثانیه ماشین دیگری عین کار وقتی که میگه عین کار یعنی کارش با ماشین اول برابره دیگه پس W2 مساوی میشه با همان 60 جول در مدت 20 ثانیه انجام میده پس تی دو برابر با 20 ثانیه گفته توان کدام یک بیشتر خب این سوال یک راه آسان داره یک راه حلی اول حل میکنیم سوال خب برای ماشین اول میگیم پی یک مساوی میشه با دابلیو یک بر تی یک مساوی میشه با دابلیو یک شست جوله زمانم که پانزه است تقسیم اگه انجام بدین برابر با چهار وات میشه دیگه چهار تا پانزه تا برابر با شست تا میشه پی دو رو حساب میکنیم توان ماشین دوم دابلیوی دو بر تی دو مساوی میشه با دابلیو دو که همون شست جول دیگه شست جول قرار میدیم تی دو هم به ما داده بیس ثانیه شست تقسیم بر بیست برابر با سه وات میشه خب شما میبینین که توان ماشین اول بیشتر از توان ماشین دوم است یه از حل سوال اما راه حل آسان چیه؟ ما در قسمت فرمول معرفی فرمول به شما چی گفتیم؟ گفتیم که شما فرمول نگاه کنید P مساوی با W بر T. وقتی که کار هر دو ماشین یکسان هسته شما زمان نگاه کنید میگیم هر چی زمان کمتر توان بیشتر پس شما میبینید که در ماشین اول چون زمانش کمتر بوده ای 15 ثانیه بوده ای 20 ثانیه دیگه چون زمان کمتری همان کار انجام داده پس توانش بیشتره نیازی به حل سوال نبود پس در جایی که مثل سوالات کانکور شما مواجه میشین میتونید از این طریق سریع به جواب برسید یه هم از حل این سوال شاگردای عزیز مثال بعدی رو با هم ببینیم شخصی 50 کیلوگرم بار را در فاصله 8 متر به طور قائم بالا برده است در صورتی که توان شخص مزبور 200 وات باشد بار مذکور در چه مدت زمانی منتقل شده است یکم سوال پیچیده تر میشه دیگه اما باز هم راه حل همینه خب این سوال هم با هم حل کنیم گام اول چی کار میدیم شاگرد عزیز اطلاعات مسئله را پیاده سازی میکنیم شخص 50 کیلوگرم بار خب کتلر به ما داده 50 کیلو گرام در فاصله 8 متر فاصله هم به ما داده فاصله رو با دی نمایش میدادیم دیگه 8 متر به طور قائم بالا برده است در صورتی که توان شخص مزبور 200 وات باشد پس پیره به ما داده 200 وات دیگه بار مذکور در چه مدت زمانی پس مجهول ما زمانه دیگه تیر قرار میدیم مجهول خب توان داریم فرمول می تا ببینیم که چه قسمی بایدی سوال حل کنیم فرمول توان به این صورته P مسایب با W بر T خب به اطلاعات مسئله نگاه میکنیم توان داریم زمان برای ما مجهوله پس دنبال زمان هستیم یک جوری باید بتانیم کار محاسبه کنیم به کار که نگاه میکنیم کار مستقیم به ما در مسئله نداده اطلاعاتی که داده کتله و جابجایی جایی است داده خب چی کار میکنیم؟ اینجا باید تعریف کار در ذهنمان بیاریم کار چی بود تعریفش؟ اگر ما به یک جسم قوه وارد کنیم و این جسم ما در جهت قوه تغییر مکان بده میگیم کار انجام شده فارمولش چی بود؟ F ضرب در دی پس اینجا فرمول کار رو می جدا F ضرب در D دی. خب را که داریم 8 متر F مستقیم باز هم به ما نداده چی کار میکنیم F از کجا دریافت کنیم دوباره به مسئله نگاه میکنیم گفته بارا به طور قائم بالا برده وقتی که یک جسم به طور قائم بالا برده میشه اینجا گفتیم در جلسات قبل اینجا قوه جاذبه یا قوه وزنه که کار انجام میده دیگه سعیسته پس این F ای ما خودش از رابطه ام در G دریافت میشه یعنی شما کتله رو ضرب در ده میکنید قوه وزن دریافت میشه به همین راحتی خب محاسبه میکنیم کار مساوی میشه با F برابر با MG M ما هست 50 کیلوگرم G هم که همیشه دهه و D جا به جایی هم که به ما 8 مت داده دیگه سه, سه؟ خب شما ضرب اگه انجام بدین 5 ضرب در 8 40 میشه دو تا صفر دیگه هم داریم میشه 4000 ژول دیگه کار حساب کردیم الان فقط باید جایگذاری انجام بدیم خب چون تی مجهوله همینجا فرمول خلاصه میکنیم تی رو به جای پی قرار میدیم میگیم تی مساوی میشه با دابلیو بر پی یعنی فرمول تغییر دادیم دیگه خب دابلیو چیه؟ دابلیو چار هزار دیگه چار هزار قرار میدیم تقسیم بر پی توانم که با ما داده دوصد وات دیگه اختصار انجام بدین دو صفر از پایین با دو صفر از بالا خط میزنین چیل تقسیم بر دو برابر با 20 میشه 20 چی؟ ثانیه دیگه چون ما به دنبال زمان بودیم پس شاگرده عزیز یه یعنی از حل این سوال نکاتی که وجود داشت این بود که کار مستقیم به ما نداده بود و ما باید کار محاسبه میکردیم کار از کجا حساب کردیم چون در سوال گفته که جسم به طور قائم بالا میرن اینجا قوه وزن که کار انجام میده و از این طریق دانستیم کار حساب کنیم خب سوال بعدی رو ببینیم موتور یک بادپکه برقی 84 وات توان دارد در مدت 14 ثانیه چند جول کار انجام میدهد؟ سوال با هم حل کنیم این سوال سوال قبل راحت است دیگه خب اطلاعات مسئله رو می‌نویسیم شاگرد عزیز موتور یک بادپکه برقی 84 وات توان داره توان داده با ما پی مساوی با 84 وات زمان هم به ما داده 14 ثانیه تی مساوی با 14 ثانیه چی را از ما خواسته چند جول کار انجام میشه پس دابلیو رو از ما خواسته سوال خیلی راحته دیگه مستقیم دومی رو از شما خواستم. خب فرمول نویسیم P مساوی با W بر T. مجهول ما چیه؟ مجهول ما دابلیو یعنی کار رو باید حساب کنیم. اینجا فرمول خودمان تغییر میدیم تا راحتتر حساب کنیم. گیم W رو اگر بخوایم حساب کنیم W مساوی میشه با P ضرب در T. P ضرب در T. به همین راحتی. خب W مساوی میشه با P رو ما مقدارش داده 84. ضربی در زمانم 14 ثانیه‌ایه خب ضرب انجام می‌دیم 84 ضربی در 14 10 تا 84 تا میشه 840 تا 4 تا 84 تا حساب می‌کنیم 4 ضرب در 4 16 یک داریم ۴ ضرب در 8 32 با یک 30 سه دیگه خب 6 میشه 4 هم که 7 میشه 8 هم که 11 میشه میشه 1176 جول دیگه یه هم از حل این سوال شایده عزیز سوال بعدی رو با هم ببینیم گفته که اسبی عرابه را با قوه افقی 300 نیوتن به صورت افقی میکشد اگر عرابه پس از گذشت یک دقیقه 90 متر جابجا شود توان اسب را دریافت کنید خب این سوالم با هم دیگه حل کنیم شاگرد عزیز ببینیم که چه قسمی حل میشه خب گام اول شما بگین چی کار میکنیم برای حل مسائل فیزیک آفرین بر شما اطلاعات مسئله رو مینویسیم تا ببینیم که چی داریم و چی را باید دریافت کنیم بیا عرابه را با قوه افقی پس قوه رو به ما داده F مسائل با 300 نیوتن اگر عرابه پس از گذشت یک دقیقه پس زمانم به ما داده یک دقیقه اما حواسمان هسته شاگردای عزیز که زمان بر حسب دقیقه ما ما باید ایره به ثانیه تبدیل کنیم پس ضرب در شست انجام بدیم برابر میشه با شست ثانیه 90 متر جابجا جا میشه دیرم به ما داده 90 متر توان از ما خواسته پی برای ما مجهوله باز هم فارموله می سیم. فرمول چیه؟ P مساوی میشه با W بر T توان از ما خواستم W یعنی کار انجام شده خب کار انجام شده رو مستقیم به ما نداده اما F به ما داده D هم به ما داده W فرمولش چی بود؟ فرمولش ای بود دیگه F ضرب در دی پس جایگذاری انجام بدیم میگیم F ما برابر با 300 نیوتنه ضرب در دی د جا جابجایی ما 90 متره تقسیم بر ت زمان ما هم که 60 ثانیه ها. 60 هم قرار میده یک اختصار لازم داریم میگیم که 300 تقسیم بر 60 اگه شما انجام بدین برابر با 5 میشه دیگه 5 ضرب در 90 برابر با 450 وات میشه یه هم از حل این سوال شاید عزیز این مثال ها رو ما از این خاطر میاریم که شما یاد بگیرید که ممکنه در یک سوال مستقیم کار به ما نده و ما باید بتانیم از طریق اطلاعاتی که در مسئله خودمان داریم این کار محاسبه کنیم مثال بعدی رو ببینیم این هم مثال خیلی قشنگیه شخصی به کتله 70 کیلوگرم 50 زینه را در یک دقیقه بالا میره اگر ارتفاع هر زینه سی سانتیمیت باشد توان شخص را دریافت کنید این سوال با هم حل کنیم به نظر شما این سوال چه قسمی حل میشه؟ خب اولین گام برای حل این سوال چی هست شاگردای عزیز اطلاعات مسئله رو باید بنویسیم خب شخصی به کتله 70 کیلوگرم یعنی ام را به ما داده 70 کیلوگرم 50 زینه را در یک دقیقه بالا میره پس زمان ما را به ما داده یک دقیقه ولی حواسمان هسته که باید به ثانیه تبدیل شود و برابر با 60 ثانیه میشه اگر ارتفاع ارزینه 30 سانتیمیت باشد توان گفته حساب کنید توان مجهوله به نظر شما شاهدای عزیز تعداد زینه ها و ارتفاع هر زینه را همه قسمی به ما داده یا نه در یک جایی از حل مسئله به کارمان می آید حالا سوال با هم حل کنیم ببینیم که کجا به کار می آید فرمول می پی P مساوی میشه با W بر تی خب P مجهوله زمانم که داریم کار نداریم کار رو میخوایم حساب کنیم اطلاعات نگاه مونیم کتله رو داریم و دی رو هم نداریم چی کار کنیم خب به مسئله نگاه میکنیم وقتی که ما زینه ها رو بالا میریم در واقع قوه جاذبه یا قوه وزن هسته که کار انجام من دیگه سعیسته پس W مساوی میشه با F ضرب در دی که F ما هم برابر با ام ضرب در G هسته M داریم G هم که ده ها. اما دیر نداریم برای دریافت دی چی کار کنیم؟ باز به اطلاعات مسئله نگاه میکنیم پینجاه تا زینه داریم ارتفاع هر زینه هم سی سانتی متره کافیه شما تعداد زینه ها را در ارتفاعش ضرب کنید تا جا جای ما یا دی ما محاسبه پس همین کار انجام میدیم یک خط میکشیم اینجا دی مسئله میشه با پینجاه تا زینه داریم ضرب در ارتفاع هر کدام سی سانتی متره. باز هم حواست من هسته که باید به متر تبدیل شده پس صفر اشاریه سه میشه ضرب اگر از شما انجام بدیم برابر با 15 متر میشه دیگه خب دیرم داریم اطلاعات جایگذاری کافی انجام بدیم پی مساوی میشه با دابلیو میشه ام جی دی ام ما هفتاد کلو گرامه سهیسته زر بیدر جی هم که قیمتش دهه میدانیم دیرم حساب کردیم 15 متر تقسیم بر زمانم که به ما داده 60 ثانیه خب یک حساب میکنیم اختصار انجام بده میگیم که 15 و 15 یک 60 و 15 برابر با چهار میشه دیگه اگه تقسیم شما انجام بدین 70 ضرب در 10 700 میشه تقسیم بر 4 اگه شما انجام بدین برابر با 175 و و میشه واحدش چیه واحدش هم که وات هستن. پس 175 وات میشه توان این کار مثال بعدی را با همدیگه حل کنیم شاید عزیز برای بالا کشیدن جسمی به کتله 70 کیلوگرم از سطح زمین تا ارتفاع 10 متر از یک موتور برقی با توان 2000 وات استفاده می کنیم زمان لازم برای انجام این کار را محاسبه کنید خب این سوالم با همدیگه حل کنیم ببینیم که چه قسمی حل میشه گام اول اطلاعات مسئله را می نویسیم کتله را به ما داده 70 کیلوگرم ام مساوی با 70 کیلوگرم ارتفاع هم به ما داده که همان جابجایی مایه ده متر توان به ما داده پی مساوی با دو هزار وات زمان از ما خواسته تی برای ما مجهوله خب سریع حل میکنیم سوالا فارمول می نویسیم پی مساوی با دابلیو بر تی خب تیر از ما خواسته دیگه اول این کاری که انجام میدیم میگیم که توان داریم اما W رو باز هم نداریم و اینجا چون جا به جایی ما باز هم عمودی هسته باز هم از همان هم فرمول میریم پس W ما برابر میشه با F ضرب در دی که خود F هم برابر با MG دیگه است؟ خب قرار میدیم میگیم که P یا توان ما 2000 واته کار ما را چجوری حساب میکنیم کار میشه ام جی دی ام ما هفتاد کیلوگرمه ضرب در جی ما ده قیمتش و دی جا به جایی هم ده متره این هم قرار میدیم زمان برای ما مجهوله سایسته؟ خب اگه شما زمان اینجا بیارن، تی مساوی میشه با هفتاد ضرب در ده ضرب در ده تقسیم بر دو هزار. اختصار انجام بدین سه صفر از پایین با این سه تا صفر از بالا را خط میزنیم هفت تقسیم بر دو برابر با سه اشاریه پنج میشه واحدش هم که ثانیه میدانیم واحد زمان برابر با ثانیه هستن یه مسئله این سوال شایده عزیز اما یک نکته بسیار بسیار مهمه میخوایم بگیم هر دستگاهی که شما نگاه کنید برای انجام کار به مصرف انرژی نیاز داره در واقع انرژی رو میگیره مصرف میکنه یک انرژی ورودی داره انرژی رو میگیره مصرف میکنه اما همه انرژی رو به کار تبدیل نمیکنه مثلا شما یک گروه برقی رو در نظر بگیرید گروه برقی انرژی ورودیش انرژی برقیه و انرژی خروجی کاری که انجام میده انرژی برقی را به انرژی نوری تبدیل میکنه اما شما وقتی که نزدیک این گروپ قرار بگیرین یک حرارتی را احساس میکنید در واقع چه اتفاقی افتاده در واقع اینجوری شده که همه انرژی برقی که وارد از این گروپ شده به انرژی نوری تبدیل نشده و قسمتی از این به صورت انرژی حرارتی اتلاف شده ضایع شده دیگه خب یک سوال برای شما در نظر گرفتیم به عنوان کار خانگی این سوال برای ما حل کنید به شماره 2964 780 255 برای ما روان کنید اما سوال چیه؟ یک ماشین کاری برابر با 800 جول را در مدت 7 دقیقه انجام میده توان ماشین را دریافت کنید یک سوال بسیار ساده هسته خب شما اگه درس امروز خوب گوش کرده باشید خوب فهمیده باشید میتونید سوال براحتی و سریع حل کنید خب شایردهای عزیز درس امروز ما هم خلاص شد ما در این جلسه با کمیت توان آشنا شدیم اگر شما کار انجام شده را بر زمان انجام کار تقسیم کنید یک کمیتی ما دریافت میکنیم به نام توان که واحد اندازه گیری توان هم وات هستند خب تا جلسه بعد همه شما عزیزان بلای پاک مسواریم موفق پیروز و سربلند باشید